درود بر شما عزیز دردونای من، فدای شما من بشم. امروز اومدیم تست و بررسی تاور تروپ کنونر رو رفقا داشته باشیم. من هم اشرفه میکردم کنونر به درد نخورترین و افتضاح‌ترین تاور تروپ بازیه، ولی خب با متین کلام حرف شدم، گفت محمد یه بتل تستش بکن. من بچه چند تا بتل بازی کردم، خدا وکیلی خیلی هم بد نیست. جلوی دکای سنگین مثل جاینت و گالم و لاوا از پرنسس تاور عمل کرده بهتری داره، ولی جلوی دکای مثل لاگبیت و خوردریز و ریکروچ و علل خصوص گریو کار شما خیلی سخته. امیدوارم که بچه گریو منف بهمون نخوره. ببینیم چیکار میتونیم انجام بدیم. امیدوارم گریو و خوردریز به بچه نداشه. لاگبیت ماگبیت، یه لاگبیت هست بچه پر خوردریزه، اینا رو امیدوارم نداشه به گریو. گریو واهی من، اگه میخواین کنونر بیاریم بچه ها سر بکنین پویزن رو توی دکتون داشته باشین. حالا من پویزن ندارم، اشکالی نداره، من میخوام بررسی بکنم. آخ فکر کنم بچه لاگبیته. خودش همون لاگبیت خورده ریزش، همون لاگبیت خورده ریزش. بچه ها باور بکنین، کثیف بازی، ذات بازی بچه ها کثیفه، درسته؟ بله، ذات بازی بچه کثیفه. خداوند رو شاید میگیرم من اینجا اگر دگر میومدم، من اگر بچه دگر میومدم بهم چیش میداخت مثلا، بدون شک به من جاینتی گالم چیزی میداخت، چون دگر جلو گالم ضعف داره، بازی زد میدازه بچه. بالا بری پایین بیای، ذات بازی کثیف باشدهش. حمله سمت راست، لاگشو بچه زده اینجا، اسکلتوی تکامل پرنسس نمیتونه بندازه چون سمت چپ آشکاله مش سر اینجا بچه بومبه. خوبه اینو کنم بچه اونجا. والبکی رو بچه ولش میکنیم چون اکسیرش خیلی کمه. افسوس که این کینتاور اکتیف بود، اگه کینتاورش اکتیف نبود دمیج بسیار قابل توجه رو میخورد. خب دکش رو میشناسم، بریج اسپم توره، اسپل سنگین بچه رو نداره، تک اسپل همون لاگ اسپلش، اسپلش یه لاگه، سه اسکلت اینجا، ولی پنسس تو ساکلش نیشت اصلا، نه تو ساکلش بود بچه رو نشی. فایبال اونجا میزنم، کنون رفقا اینجا نمیذارم بومبر بچه بمیره. آفرین شد و خوب نزاشتی بومبر بمیره. سن اینجا بومبر بعدی وای 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 ترسیده افلش. جلو اسکلتو تکامل ضعف داره، یه دونه لاگ داره با پرنسش. اسکلتا رو خوب بندازیم موی دماغشم بچه. اسکلتا خوبه، یه فایبال اینجا. بابا فایبال بیفتی که، ای بابا آقا کنونه ضعف داره بابا جان، بچه واقعا تحت فشار اصلا. ضعف داره رفقا، جلو چی ضعف داره، دارم اذیت میشم به خدا. بومبر با شانتر، آها داشت وین گرفتم ولی بیچاره شدم تو وین بگیرم. خیلی سخته بابا جان، بچه و جلو خوردریش خیلی سخته. لنچی هی استرس داری. برل رو دیدی؟ برل فیک، برل فیک بچه به تاور سمت شب من نزارو خوردی، دمیج زد برلی که با یک ضربه پرنسس تاور میمیره. متاسفانه کنونر ازش هزارو خوردی دمیج خورد، خیلی کثیفه بازی، خیلی کثیفه.
لعنتی. قبلا ضد ترکیب شما رو مینداخت، الان ضد تاور تروپ شما رو میندازه. دهش وردادی که لشور به خدا بچه اش بلشور بخوره زوزه میکشم، به خدا اش بلشور بخوره رفقا زوزه میکشم. دهش بردار عزیز من، چرا با پله یه چپی کلش رو گم؟ همه تون میدونم بچه تجربه شد داشتیم؟ چرا با پله یه چپی؟ به خدا این داره میگرده بچه حریف داره، داره میگرده حریف زد کنونه زد دک. کسافت بچه حریف داره، ولی خب دیگه اینجوری دیگه کسافت. نظرتون رو توی کامنت ها راجع به کنونر بنویسین. جلوی دکای گالم، گالم بدون نایت ویچ ها خوفاش و خوردریز بیاد داستان فرق میکنه. جلوی هوک زلزله گالم دیگه، مثلا جلوی جاین دابل پر هست، دکای این فرمی که خوردریز کمتر دارن عمل کردش فوقلاده هست، ولی پر هست استابه ریسکش کمتره، ریسکش کمتره باشه، ریسک پر استابل کمتره، چون ضعف کنونر بچه ها درسته جلو دکای سنگین عالی عمل میکنه، ولی ضعفش جلوی سایکل خیلیه، جلو کارت خورده ریز ضعفش خیلیه، انقدر ضعفش زیاده که نمیارزه. اون قوی بودنش جلوی مثلا درصدی بگم نسبت به پر استابل 10% جلوی دکای سنگین قوی تره، ولی 35% جلوی دکای که خورده ریز دارن ضعیفتره. میبینی؟ نمیچربه. قدرت قوی بودنش به ضعفی که داره بچه نمیچربه. امیدوارم منظورم رو رسونده باشم. این چیزی دکش، این آرژی دکش، من باختم و به آرژی دادم سر 4 تا دونه دمش. خیلی اذیتم میکنه بچه آرژی، جدی میگم رفقا، خیلی اذیتم میکنه. کلن آرژی بچه ها اذیت هم میکنه، نمیدونم چرا آرژی سخته زدنش. این وویدی هم که خدا پدر بیامرز و آوردن بچه ها کمر مساکل رو شکونده. بی پدر مادر ها بچه ها وید آوردن با سی اکسیر گرفتار میکنه برو. خیلی مشغلش با سی اکسیر بچه ها میزنه. ببینیم ببینیم بچه ها پدرتون لعنت. دگر آوردین، 3-4 چیز ما رو گرفتار کردین، وید آوردین، هنوز ما داریم گرفتاری میکشیم سر ویدی که شما آوردین. دست بردارین دیگه. کمر ما رو بچه شکوندن. خب میدونستم اسکلت میره واسه همین هوگو ننداختم. اسکلت میرفت بدون فیشیر، من هوگو رایدر رو دفاع میکرد، مثل همین حمله نکرده. اینجا بهترین کار چیه؟ اینجا بچه یه دونه هوگو رایدر میندازیم گست فعال بشه، دونه بوم برینجا. خوبه الان جو باید زده حمله رو وارد بکنیم، این کارم انجام میدیم بدون شک. اینجا فای بان بزن شیر مرد دو گرادر بزن ما شلو پشه. خب کنون به امروه بومبه، چون چیز میزنه اینجا، چیز میزنه وید میزنه. بینیم جونم کنونه، فکر نکنم با پرنس استاور بودیم، بعید میدونم بچه با بدون دمیج اینجوری دفاع میشوند. فکر نکنم با پرنس استاور اینجوری دفاع بشه. هوگراده صرفا جنبه دفاعی داره بچه ها. مرسی مرسی اسکلت های سمت چرم. تموم یا چی؟ تموم یا چی؟ تموم؟ تاوش انتقام آرژی و بچه ها گرفتم. من باخته که این دادم روی این گیرن شما ببینید، یک باخت داشتم.
باختم و بچه به آرژی دادم، سر چند تا دمش، سر 4 تا دونه دمش، یعنی جوری پس گردنم سوخت، هنوز بچه یادمه، یعنی جوری من سوختم. هر سوزه شدی خدا وکیلی، بچه سر 4 تا دونه دمش من باخته بشدم. ببینیم اینجاش بچه انکشافت، 4 تا دونه دمش، 4 تا بچه مفلش پلیگیر و فول زدم، زیاد زدم. ببینی فول زده محمود، خیلی اینو سخت شدم. ای کاش اینو تو ویدیو بودم، من شو شاکار بازی کردم اینو، بازی رو هم عقب بودم. احسن یه تکنیک های خاصی با بومبر زدم، هم تو دفاع و هم توی حمله. این بطل واقعا شاکار بود. حالا انشالله همچین بطل های حساسی تو دومم به همون بخوره، جلوی آرژی عمل کردش بکنم بهتره. بچه یه جا آرژی رو بدون دمش دفاع کرد که من واقعا انتظارش رو نداشتم. آرژی آخر حریف رو میکنم بچه، آخرین آرژیش بود که تکامل بود، من هول خوردم دفعه اونو بدون دمج گرفت. پرشش تا بود فکر کنم یه دونه رو حداقل میخوردیم. آره یه دونه میخوردیم. اونجا منو به وجد آورد. ولی میگم بچه، من فکر میکنم نظر خیلی درستی دادم. آقا جلو دکای سنگین 10-15% بهتره، ولی جلو خوردریز 30%، 35% ضعف داره. حالا شرا گریو نندازه، گریو بندازه که بچه بیچاره هستی، گریو بندازه بیچاره دو عالم هستی. خیلی سخت گریو. خب کینگ تاور اکتیویشن رو خود من بدون شک او نمیشه، آیش کلم دارم. خب سمت شب میشه حمله کرد، این کار رو انجام میدیم. دکش رو میشناسم، یک ورژن خیلی سایکل از ماینره و عملا کنوندن اینجا کمر ما رو خواهد شکوند. خیلی بده، خیلی بده. اتفاقا من موقعی که خواستم کنونر بزنم یاد این دک افتادم. خیلی سخته، خیلی سخته. زدن این دک با کنونر چون پر خورده ریزیم بچه ها. سیسکرید باش فایر کرکر فایر بول اینجا. لعنتی چشمی داره. من میخواستم اوگرایدر برم برشو درستم خورد به بومبه این تابلوش رو اکتیف میکنه. آره من اصلا نمیخواستم بومبر برم، داشتم خوب بچه میخواستم هوک برم، فکر کردم هوک داشتم کینگ توبرشم اکتیو شد. ضعف داره، نه حریف ماینه ما نمیشیم. برای من صدام میذارم ولی میباشم با تجربه بالاست دیگه، بچه من میفهمم چی بشه. اشتباه رو فالا کنانر پل دادن اشتباه، ریشکه ریشکه بچه. ای بابا نکن. ببینیم سخت بشه زدش بچه، خیلی سخت. اسکلتو تکامل نه، اسکلتو هم نشش بودن. هزار و دویست بچه بازی و عقب هستیم، احتمال کامبک بیشتر شد چه بچه کمتر. بهترین کار اوگرادر از بکشتش باشه، جور دیگه نمیشه اینو گرفت. یه دونه بزن؟ نه چیکارش کنم بچه، شما بگی من چیکارش کنم. افقا
عزیز جان شما بگی من چی کارش کنم؟ من فقط با دواشتم باشه خوفاشو نرچه اسبان ماینه رو کی بگیره باز؟ داشت ریشکی باشه بازی با کنانه ریشکی اشته باش نه با کنانه بازی نکنه ریشکی بزه بطلی بعدی بزنیم دیگه بینیم چی میشه سه تا بطل باید وین بگیریم به آرژی نباید میباختم اون آرژی اول کار تو ویدیو بچه نبودم سر چهار تا دمج باختم اینجا نا گرندمون ریسکی شو سه تا وین گرفتم پشت هم سخته خونم با کنونر ببینیم چی میشه دیگه که صافت سخته بچه کار مشکله کار بچه مشکله خیلی هم مشکله کار سمت شب حمله دینامیت انداز چی میگه گنج زدم با این بومبر انداختنم بچه ها گنج زده با این بومبر مشغل انداختنم چی کار میکنه پیشه خب اشکالی نداره پکاش وید داره دیگه بچه ها وید داره عجب میشه اشکالی نداره خب جلوی پکا کنانر بهتره بچه ها جلوی پکا بهتره بعد اینکه تیرش رو زد بچه اسکلتو تکاملو میندازم فعلا نه الان اسکلت بشی ویژارد میندازه جمع میکنه خوبه اینه کنون بچه اونجا مجبور ماسکتر رفقا بندازیم خوبه خب حواسمون رو جمع میکنه میشه زدهش خوب بازی کنه میشه زد اینجوری نیست که نشه زدهش چرا میشه حمله بعدی رو نه ریشکه حمله بعدی بچه ریشکه آشکالم از بک اسپلش وایده دیگه پس با خیلی راحت ماسکتی رو کنان و کنار هم میندازیم بومبر بچه اینجا که باید تیرش رو بزنه تیرش رو نمیزنه بومبر یه دمج خیلی عالی رو بچه به تابر وارد میکنه با بیافت دیگه آ چرا من بچه هم بچه جون شد رو دفاع رو بلش کن بچه رو تیرش اومده ها آره خب ماسکتر اینجا به امروه بومبه که روش وید بچه رو نزنن یدونه کنان اینجا خب اینجا اگر بچه ما یه امروه بزنیم فایبالمون هم اینجا بزنیم این ششبای اوگرایده من بگم این ششبای شیرمر بجن داشت خیلی تمیز این بطل و بچه ها وین گرفتیم عالی بازی کردیم گفتم کنانر خیلی بهتره اون رمرادر که می اومد وسط کنانر سمت راست یه دونه که بهش می زدی نفله می شود اون سمت راستی یه دونه به این رمرادر بدبخت که می اومد سمت کنان میزد نفله میشد و به تابر نمی رسید تنها مشکلم با ویزاردش بود که خود رو شک تونستیم مهارش بکنیم گرند بچه گرند ریسکی شده و من دوست نداشتم این گرند ریسکی بشه بریم بریم چی میشه دیگه با امید پروردگار صدمو میزنم بچه ها چشم صدمو بچه ها میزنم بروی چشم نمیخوام بچه گننده خراب بشه حقیقتش دوست دارم تکمیل بشه
فایربال زدین شروع اینجا در اشک شمونه جلو هستی کنانه رو بشو مگا مینیون آیش اسپریت فایربال گوشت چشمام درست میبینه؟ جالبه جلو جاینت های اینفورمی بچه ها بله عمل کرده بهتری اون اسفاده پرنسس تاور داریم پرنسس تاور بود اینجا یه دونه رو شاخش بود بچه ها یه دونه دی کمه کمش بود اینجا یه دونه رو قطعا ما میخوردیم چرا عمله میکنم؟ چون در اکسی شماری بچه جلو هست اینجا ماسکتر من چشم بوده مرسی جلوی همچین دکای بچه ها بله کنانه رو عمل کرده بهتری رو داره اسپلش هم فایرباله حواسمون رو باید جمع بکنیم بله حواسمون رو باید جمع بکنیم خب این بتل تا به اینجا کار که مچاپ محصول اگر گریوی چیزی رو نکنه انشالله میجانمش دابل کنان میخوام بکنم کنان اول اینجا جونم بومبر به تابل بچه رو دم اینجا زد ماشکتیر اینجا خوبه اینجا بچه ها اشکاله دابل کنان بچه نیازی نیش نیازی به دابل کنان نیش یه دونه میزنید هم کنان ها اینجوری میرم از غصب میرم که چیز نتونه بزنه فایبال رو تابل باید کنان جفتش بچه ها نزنه یه دونه بومبر اینجا بومبر ببینید چه فنی رفته هم گوشت و پیرینس و همه چون میزنه باش بومبر خب حریف تعجب میکنه زدشیم بچه زدشیم ایچ شانسی جلوی ما نداره کنانه هم کسی ببینیم بعد میزنه بچه گفتم دکای سنگین جایه انگاله من لابای زده کمتر چون لابا پاپ زده کم اذیت میکنه ولی کلن معمولا جلوی دکای سنگین مثل آرژی و کلن دکایی که خوردریزشون کم باشه اینجوری بگم جلوی این دکا خوب عمل میکنه ولی لاگبیت ماگبیت دیگه بچه مخصوصا لاگبیت هایی که گوبلینگنگ و والبکر و خوفاش مفاش دارن اونا بیچاره میکنه شما رو توی کامنت ها بچه ها حدس بزنین به نظر شما گیرنده ما تکمیل می شود توی کامنت ها بچه ها بنویسین دوستانه که فهم میکنن تکمیل میشه توی کامنت ها بنویسن تکمیل میشه بچه هم که فهم میکنن نه تکمیل نمیشه بنویسن تکمیل نمی شود بچه ها من میگم ریسک نکنیم بیایی پرنسس تاور بیاریم ما بحث گیرنده بچه ها ست تا جمعدن نره قبول داری؟ تقلب شده رو بچه رو بپذیرین چون ریسکه به خدا قسم گرفت بندازه نمیتونم بچه تو رفت چرا سخته با گرفت میتونم ها گرفت و زدم ریسکه خب چی کنم بطل آخر بچه رو پرنسس میزنیم شما فکر کنین کنانه زدیم کلی بطل کنانه بوده آره بطل هم پرنسس فرقی نداره که خب ای معلوم بچه بچه من الان کنانر بودم فوش میدادم خدا وکیلی کنانر بودیم گرفتار بودیم الان فایبال اینجا دکش چیز بچه ها بیری جسم همه کنانر بودیم الان بیچاره میشدیم الهی شکرت پور خوردریز دکشو میشنشم پور خوردریز بچه این دک اوه عجیبتر از چیزی که فهمی کردم بومبر بوم زد فایبال دیگه رو فارکرکر نمیزنیم فهمیدیم که شیطون و کارت عجیب غریبی داره آشبری تو ول میکنم چون میخوام اونجا کینگ تاور اکتیو بکنم خب دکش میخوره که کرون داشته باش باشه تجربه من میگه این دک کرون هم داره یه دونه بومبر اینجا دکا کرون تیر هم داره اینجا تیرشو میزنه تجربه هم زیاده باشه
میدونم چه کارتایی دارن، تجربه هم زیاده. خب دکای کلو معمولا تکش بلم، من اسکلت سمت راش برم، یه دونه تیر دارم ماشاءالله. میدونی چرا سمت شب نرفتم؟ چون میدونستم فورک رکر داره، ولی حواسم به آیشش بریتش بچه نبود. دروغ شد، یادم نبودش بریتشو. آجی تاورم نابود شد. کلون بهش نمیخوره باشه بچه، نه کلون بهش نمیخوره باشه، آرژی داره. اوه 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 آخ آخ آخ، سری امری بعدی. اسکلتو زندن، اسکلتو زندن، شیر مردوی من زندن. تموم لاغین جان، تموم شد و رفت. اینم بچه ها از این گرن چلنج. فکر میکنم که کنانه بودیم. آره کم میابردیم، آره بچه ها کنانه بودیم، کم میابردیم. آره اگر اشتباه نکنم. ایوان خیلی تمیز این بطلو مال خودمون کردیم، اما خیلی خوردریزم نداشته. یه دونه مثلا اسکلتون بریل داشت که مثلا اونو میشد کنترل کرد با بومبر. اسکلتون بریل بود و گابلین هاچ. کنونرم میومدیم جلو این دک خیلی ضعف خاصی نداشت. من اولش ترسیدم، فکر کردم بیری جسمم و رکروچ و والبکر و گوبلین گنگ هست. من فکر کردم اون دکه در هر صورت هر طور که بود بچه ها گرند باشی شما، علی رغم تمام مرارت ها و بدشانسی ها و سختی هاش خدمت شما تکمیل کردیم و واقعا بطلای بامزه زدیم. کارت بعدی فهم کنم لژندریه، میتونه قهرمانم باشه، ولی خب ما در نظر میگیریم لژندری هستش. بیان توی کامنت ها بچه ها حدس بزنیم به نظر شما چه کارت لژندی میده. میگم میتونه قهرمانم باشه چون انیمیشنشون همین شکلیه، جفتش یک شکلیه. من میگم بین لژندری ها تا زمانی که بچه ها معفه میکنم شما هم توی کامنت ها حدس بزنیم. من احساس میکنم بین لژندری ها، احساس من میگه که ماجیک آرچر. نه 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 نه، من میگم گریوه. بازش بکنیم، یک دو نوشتی وشه گراویارد. گوبلی ماشین اصلا انتظارشو بچه نداشتم، اصلا اصلا انتظار گوبلی ماشین رو نداشتم. بعدی میتونه قهرمان باشه، میتونه لژندری باشه، میتونه چمپیون هم باشه. بعدی ما در نظر میگیریم لژندریه، من میگم لاک میده. بعدی او قهرمانه، من میگم لیتل پرنس. بله تجربه من، تجربه که نه، احساس و حسش شما. من بچه میگفت لیتل پرنس، حسش شما قوی دارم، دوشش دارم، حسش شما رو روش حساب زیاد میکنم. مرسی. گرند پرباری بود، هم ریسکی و هیجانی بود و همین که تونستیم چیز بکنیم دیگه، جوایز خوب بگیریم. نظرتون رو توی کامنت راجع به کنونر بنویسیم. بهترین تعریف به نظر من همین تعریفه که آقا جانجی رو دکای سنگین 10-15% نسبت به پرنس استاور بهتره، ولی جلوی دکای خورد ریز 30-40% نسبت به پرنس استاور ضعف بیشتری داره. قدرتش به ضعفش نمیچربه، قوی تر از جلوی دکای سنگین، ولی جلوی دکای خورد ریز خیلی ضعیف داره. فکر میکنم بهترین تعریف باشه که کنونر میتونه همین تعریف باشه. نیاز به بافتر بچه بله، جون تابرش باید حداقل بشه اندازه دگر، یعنی 100 خورده ای بهش اضافه بشه. دگر 3700، این بدبخت دگر 2700 توی لول 11، این 2600. حداقل با دگر باید جونش یکی بشه. نظر خودتون هم توی کامنت ها بنویسین. لایک و کامنت و شاب فراموش نشه که به شادو انگیزه میده. همین گلو دردم بچه دارم، فکر میکنم دارم شرما میخورم، هنوز گلو دردم خوب نشده. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشی. تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدارتون باشه.